سلام عزیزان، خوشحالیم که روز نو در خدمت شما هستیم و خوشحالیم برای تماس‌های تلفنی شما و تشویقتون می‌کنم امروز هم با ما تماس بگیرین. منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم. قبل از اینکه به ادامه برنامه‌ها برسیم می‌خوام چند تا آیه براتون بخونم از کتاب اول یوحنا باب 4 آیه 7 تا آخر 9. ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را می شناسد، اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است، زیرا خدا محبت است و محبت خدا از این طریق به ما آشکار کردید که خدا پسر یگانه خود را به جهان داد تا ما به وسیله او حیات داشته باشیم. محبتی که من از آن سخن می گویم محبت ما نسبت به خدا نیست، بلکه محبت خدا نسبت به ماست، محبتی که باعث شد او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد. ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. آیا فکر می‌کنی محبت کردن سخته؟ فکر نمی‌کنم به این سختی باشه که یگانه فرزندش رو آدم قربانی کنه برای دیگری. شاید به این فکر کردین و خدا این کارو کرد. اینقدر من و شما رو محبت داشت که یگانه فرزندش رو داد. عیسی مسیح که از باکره به دنیا آمده بود داد برای گناهان من و شما. بریم و همدیگر را محبت کنیم. برنامه مودت خوش آمدید. امیدواریم که در سلامتی جسمانی و روحانی باشید. امروز کشیش ایوان موضوع دزد آمد تا بدزدد را از انجیل یوحنا باب 10 آیه 10 برای ما تشریح خواهند کرد. امیدواریم که با شنیدن این پیغام عالی برکات از دست رفته خود را بازیابیم. انجیل یوحنا باب 10 آیه 10: دزد نمی آید مگر آن که بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. تکرار می شود: دزد نمی آید مگر آن که بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. بفرمایید کشیش ایوان. خدا را شکر، ما خوشحالیم که آنچه که دزد اومد دزدید عیسی مسیح به ما برگردانیده و خدا را شکر میکنیم برای اینکه شما ما را قبول کردید و در خانه هاتون به ما جا دادید. خب برای روشن شدن این موضوع که دزد چه چیزهایی از ما دزدیده، کلام خداوند میگه دزد اومد تا بکشد، بدزدد و هلاک کند. ما در وهله اول میخواییم ببینیم چه چیزهایی شیطان از ما دزدید و میخواییم ببینیم که مسیح چطور اونها را به ما برگردانید. و این خیلی مهمه که هر انسانی به این امر مهم واقف باشه. نکته اول اینه که در پیدایش باب 1 آیه 26 تا 28 میگه خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نمایند. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید، خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. خدا را شکر. پس خداوند یک مقام خیلی عالی به انسان داد، نه فقط به صورت خودش آفرید، بزرگترین مقام را داد. یعنی گفت که تو هم بر تمام این دنیا حکومت کن، این دنیا زیر پای تو گذاشتم. اما شیطان اومد و اینو دزدید از ما. چرا؟ وقتی که آدم را به اسارت گرفت تمام مالش هم
مال خودش شد. و این امر را ما در انجیل لوقا باب 4 آیه 6 میبینیم که به مسیح برمیگرده وقتی که بخواد تجربه کنه، میگه که من تمام جلال و شکوه این دنیا را به تو میدم اگر تو بیفتی من را سجده کنی، چون به من داده شده. چون این جلال و شکوه و حکومت این دنیا به من داده شده، اگر تو به من بیفتی سجده کنی همه اینا را به تو میدم. که عیسی مسیح اینا رد کرد. ولی در اینجا میبینیم که یک مسئله مهم برای ما باز شد. مسئله اینه که این حکومت و این مقامی که خدا به آدم داده بود، شیطان این را دزدید، مال خودش کرد. نکته دوم، اختیار بدن انسان را از او دزدید. یعنی شد صاحب بدن انسانها. شیطان بر بدن انسان حکومت میکنه. در ایوب باب 2 آیه 4 تا 7 ما میبینیم که خداوند بهش میگه برو ایوب را امتحان کن، اما فقط به جسمش، به مالش، اما به روحش تو اجازه نداری دست بزنی. و عزیزان اینا بدونید که شیطان بر روح شما هیچ کاری نمیتونه انجام بده، فقط به جسم شما، به فکر شما، به نفس شما، به اختیارات شما میتونه لطمه بزنه. و در اینجا میبینیم که اختیار بدن انسان رو هم از او دزدید، ازش گرفت. و در یهودا آیه 9 میگه میکائیل، فرشته با میکائیل دعوا شد بر سر جسد موسی، برای اینکه میگفت که این موسی جسدش مال منه، اما خدا جسد موسی را در جایی دفن کرد که هیچ کس نفهمه. چون اگر اینطور نمیشد مردم موسی پرست میشدن، موسی را مثل بت میپرستیدن. و برای همینم این شیطان میخواست که این کار را بکنه، موسی را بت درست کنه که مردم بت پرست بشن، انسان پرست بشن، نه خدا پرست. پس اختیار بدن انسان را دزدید. سوم، اختیار نفس انسان را دزدید. در افسوسیان باب 2 آیه 1 تا 3 ما میبینیم که کلام خدا میگه زمانی ما زیر اختیارات و هوا هوس شیطان زندگی می کردیم. یعنی هرچه او دستور می داد ما اونطوری عمل می کردیم. احساسات ما، نفس ما، فکر ما مطابق اراده شیطان کار می کرد. اما خدا را شکر که عیسی مسیح اومد و ما را نجات داد. چهارم، اختیار فکر انسان را دزدید. در رومیان باب 8 آیه 6 و 7 این امر را ما می بینیم که شیطان اومد و اختیار فکر انسان را دزدید. اما خدا را شکر میکنیم که کلام خداوند به ما میگه که عیسی مسیح آمد مقامی که دزدیده شده بود به ما برگردانید. قیمتش را روی صلیب پرداخت. خودش پست شد که ما را از پستی و غلامی آزاد کنه و مقامی داد ما را شاهان و کاهنان و فرزند خدا ساخت. اختیار بدن انسان را دزدیده بود، عیسی مسیح بدنش را فدا کرد، روی صلیب پاره پاره شد، شلاق خورد، حتی نیزه زدن به کنارش، به بغلش، که این بدن به جای من فدا بشه که بدن من دوباره اون صورت زیباشا پیدا کنه. و این بدن شد هیکل روح القدس، شد معبد و جایی که خداوند عیسی مسیح اونجا زندگی میکنه. اختیار نفس انسان را دزدید، یعنی امیال و فکر و اون چیزی که من احساس میکردم اینها دزدیده شده بود، ولی عیسی مسیح همه اینها را به من برگردانید. عیسی مسیح طبیعت جدید را به من داد که احساسات الهی درش هست و من مثل عیسی مسیح الان فکر میکنم. من دیگه مثل خواسته شیطان را انجام نمیدم، خدا را شکر. و اختیار فکر من هم الان در دست عیسی مسیحه، چون که میگه شما فکر مسیح را دارید و به روح ذهن خودم تازه بشید. پس ذهن ما، فکر ما هم عیسی مسیح تازه کرد، عوض کرد و اون صورت خدا در ما مجسم شد. الان کلام خدا اینا میگه همه چیز از آن شماست، یعنی هر آن چه ما از دست داده بودیم عیسی مسیح همه را برگردانید. میگه این زندگی مال شماست، آینده مال شماست، مرگ مال شماست و همه چیز
الان از آن شما شده، بدن از آن مسیحه، طبیعت به صورت خدا از آن ماست، ما فکر مسیح را داریم. عزیزان چقدر خوشبختیم که عیسی مسیح نذاشت که این دزد همه را ببره و ما همینطور بمانیم بدبخت و بیچاره. خدا را شکر میکنیم که عیسی مسیح اومد با صلیبش، با فداکاریش تمام گناهان من، تمام بدبختی های من، مقام از دست رفته من، اون شخصیت پایمال شده من، همه اینها را به خودش گرفت و مال خودش را به من داد. و ما امروز میتونیم دعا کنیم عزیزان و از او بخواهیم که او بیاد و اون چیزی که شیطان از ما دزدیده اینا برگردونه به ما. و اگر حاضر هستید میتونیم با هم دعا کنیم. خداوندا شکرت میکنیم که اختیار و مقام دزدیده شده ما را عیسی مسیح به ما برگردانید. شکرت میکنیم که اختیار بدن ما الان در دست روح القدس عزیزه. شکرت میکنیم که با این بدن ما میتونیم تو را جلال بدیم. شکرت میکنیم که نفس و امیال آرزوهای ما الان مطابق خواست و اراده خداست. شکرت میکنیم که ما فکر عیسی مسیح را داریم که میتونیم خدا را خوشنود کنیم. و خداوندا الان قلب خود را باز میکنیم و میخواهیم که تو تمام این برکات و نعمتها را توسط فداکاری عیسی مسیح بر صلیب و قیامت او به ما برگردانی. خداوندا مرا هم بپذیر، زیرا به نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. دانی عزیز، برکات از دست رفته خود را خدا را شکر که در عیسی مسیح ما میتونیم دوباره باز بیابیم. امروز روزی است که ما حقیقتا در حضور خداوند زانو بزنیم و همینطور که خود را خالی و قربانی شده میپنداریم و فکر میکنیم که چیزی نداریم و شیطان همه چیزهای خوب را از ما دزدیده، امروز در حضور خدا قلبهای خود را باز کنیم. عیسی مسیح وارد زندگی ما میشه و تمام برکات از دست رفته خود را دوباره باز میابیم. خداوند تک تک شما عزیزان را برکت بده و تا برنامه آینده خدا نگهدار شما. آرامش و شادی یافته ام، در هر چیزی که میبینم شگفتیست، نه ابری در آسمان نه تیرگی در قلبم، چون مسیح مرا محبت میکند. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش، مملو از قدرت الهی تا بخشد توانایی در برابر هوس‌ها، هوس‌های زود گذره این دنیا. لبریزم از محبت او، چشمه ای در قلب من شده جاری، چشمه ای آب حیات که می بخشد زندگی پر از الفت و مهر منجی ما. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش، مملو از قدرت الهی تا بخشد توانایی در برابر هوس‌ها، هوس‌های زود گذره این دنیا. راه‌های او چقدر عجیب است، نتوانم با کلمات بگویم، کار عظیم او بر صلیب جلجتا، رهانید مرا از بند گناهان. در اوج
شادی و پیروزیم، با روح پر جلالش مملو از قدرت الهی، تا بخشد توانایی در برابر هوسای زود گذره این دنیا. امید من تنها به عیسی، چون پس از مرگ زنده شد از مردگان، تا ابد در حضورش او را خواهم پرستید به خاطر آن نجات عظیمش. در اوج شادی و پیروزیم، با روح پر جلالش مملو از قدرت الهی، تا بخشد توانایی در برابر هوس‌های زود گذره این دنیا. ممنونیم برای اینکه شما ما رو محبت کردین، با اینکه ما رو در خونه هاتون راه دادین، در اتاقای پذیراییتون از ما پذیرایی کردین و اجازه دادین با هم مشارکت داشته باشیم. خوشحالیم که در این برنامه ها شما برکت گرفت. یکی از عزیزان که تماس گرفته بود این سوال کرده بود که مهمترین حکم مسیح میگه اینه که همدیگر رو محبت کنیم و خداوند خدای خودت رو محبت کن، و سوال میکرد که چگونه من میتونم خداوند خدای خودم رو محبت کنم. اینجا مسیح در این آیه جواب میده، میگه در یوحنا 14 آیه 21 میگه هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آن عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد، و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت. پس ببینیم اگر مطابق کلام خدا و احکام مسیح زندگی کنیم و بپذیریم خداوند رو محبت کردیم، نه تنها همدیگر رو باید محبت کنیم، بلکه خدای خودمون رو هم که بالاتر از همه اونهاست محبت کنید. آنطوری که دوست دارین دیگران با شما رفتار کنن، با دیگران رفتار کنید.
بگیرم و در اقصای دریا ساکن شدم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد کرد و دست راست تو مرا شادمانیست، هر جا روح خداستان جا شادمانیست، هر جا روح خداستان جا شادمانیست. هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا. هر جا روح خداستان جا پیروزی، هر جا روح خداستان جا پیروزی، هر جا روح خداستان جا پیروزی، هر جا روح خداستان جا پیروزی. هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا. هر جا روح خداستان جا آزادی، هر جا روح خداستان جا آزادی، هر جا روح خداستان جا آزادی، هر جا روح خداستان جا آزادی. هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هر جا روح خداستان جا شادمانیست، هر جا روح خداستان جا شادمانیست، هر جا روح خداستان جا شادمانیست. هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا، هاللویا شکر هاللویا. هر جا روح خداستان جا پیروزی، هر جا روح خداستان جا پیروزی، هر جا روح
می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com. خب عزیزان، امیدوارم که تا این لحظه پر از برکت و فیض خدا شده باشین. امیدوارم که محبت رو بیشتر از پیش امروز در زندگیتون به کار ببرین. امیدوارم که محبت خدا در زندگی‌های شما جاری بشه. مسیح خودش وعده داد، گفته هر که در من بماند و من در او، او رو تبدیل به نهرهای آب زنده خواهم کرد، چشمه‌ای که دیگران رو سیراب میکنه، چشمه محبت. امروز دعای من برای شما اینه که پر از محبت خدا بشین و محبت خدا از طریق شما جاری بشه و دیگران رو سیراب کنه. آیا فکر می‌کنی محبت کردن سخته؟ نه، واقعا سخت نیست. ولی بعضی اوقات فکر می‌کنم برای بعضیا سخته. ولی شما از اون بعضیا نباشین و اون بعضی اوقات نباشه در زندگی شما. بذارین خداوند شما رو محبت کنه و شما دیگران رو. فیض خداوند باهاتون باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. شما رو به خدای بزرگ و قادر مطلق می‌سپارم. خدا نگهدارت.